واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. این موضوعی که ادعا شده که اتفاق افتاده، حالا بعد اشاره میکنم چی ادعا شده، در کی اتفاق میگن افتاده؟ در سال 87 یا 88 یا ادامش 87 به 88 کی اومدن یک نامه نوشتن به دادستانی؟ در سال 92. یعنی بس عنایت داشته باشید، اون موقع که به قوه قضاییه ارجاع شده سال 92، اون موقع که ادعا شده سال 87 یا 88. پس چند سال گذشته تا اومده ادعا شده. ادعای اولیه چی بوده؟ ادعای اولیه که به دادستانی دادن حتی شکایت به یک معنای اصطلاحی کیفری نشده. اومدن یک نامه ای را 4 نفر از اولیاء بچه ها فرستادن برای دادستان، از دادستان درخواست کردن که این آقا چون مشکلاتی داره بدونه که بازش بکنن، گفتن که آقا مفاسد اخلاقی داره، همینجور عنوان کلی، حالا عبارتش نمیدونم مفاسد یا چیزی، به چیزی کلی نقل به مضمون دارم عرض میکنم، دارن ایشون ممنوع تصویر بشه از صدا و سیما در مجالس، مثلا فرض بکنید که تا هایی که میدن قرآن میخونند اینا حضور پیدا نکنه، و یک سوم، یعنی 3 تا ممنوعیت خواستن، ممنوع تصویر و ممنوع شاید صدا مثلا، و به اصطلاح عدم حضور در مراسم. این درخواست رو کردم، این مطلب که رسیدگی شده و بعد البته دعوت کردن اومدن، مطالبی که اینا گفتن، خب طرف مقابل منکر هر چیزی هستش. این افرادی که اومدن ادعا کردن، از بچه ها به اصطلاح تحقیق شده، از پدران شدم که خودشون که حضور نداشتن، به نقل از بچه هاشون هرچی نقل کردن دیگه، ولی در این حال تحقیق شده، خب مثلا بچه شما به شما چی گفته، چطور شده، از اینا تحقیق شده. من حالا بعد تو پرانتز باید با قانون اشاره بکنم که در چه زمینه‌هایی قاضی اجازه تحقیق داره یا نداره، که حالا برای اینکه اینجا خیلی طولانی نشه ازش میگذرم. اومدن تحقیق کردن، دادسرا اومده نهایتاً قرار منع تعقیب زده به این، گفته آقا چیزی برای ما ثابت نشد. چه چیزی مطرح بوده که ثابت نشد؟ واقعاً ببینید اینجا یه مقدارش محظور قانونی است برای بیانش، محظور قانونی من دارم برای بیانش، نه اینکه فرض بکنید نمیخوام بگم، اما در این حال این مقدار رو عرض میکنم. 3 تا عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح میشه. این 3 تا اتهامی که مطرح میشه، دادگاه میگه خب یک موردش، چی دادسرا میگه، یک موردش اصلا در صلاحیت دادسرا نیست، طبق قانون عیناً مستقیما باید بره دادگاه. مطلب دومش میگن که آقا این مسئله منافی با عفت هستش، قرار منع تعقیب صادر میشه، تشویق به فساده، اینم نهایتا قرار منع تعقیب صادر میشه. پس از این 3 تای مطلبی که مطرح بوده که در مجموعه فرمایشات از این کسانی که ازشون تحقیق شده بوده، 3 اتهام که بوده، دادسرا گفته آقا این یکی در صلاحیت من نیست، مستقیم باید بره دادگاه. این 2 تا نهایتا منجر به قرار منع تعقیب شده. شاکی بهش ابلاغ شده، اومده اعتراض کرده، گفته آقا من اعتراض دارم به این منع تعقیب شما، رفته دادگاه. کدوم دادگاه؟ همین دادگاهی که الان بحثش هستش، دادگاه بدوی رو عرض میکنم، را به اونجا توضیح میرسیم. اون دادگاه از این 2 اتهام که یکی عمل منافی با عفت بوده، یکی تشویق به فساد، دادگاه هم گفته آقا قرار دادسرا نسبت به این قضیه درسته، بنده هم تایید میکنم. قاضی حیدری که الان مطرح است در دادگاه بدوی گفته آقا منم تایید میکنم این حرف شما درسته و هیچ دلیلی مبنی بر عمل منافی عفت ثابت نیست تو این پرونده. نسبت به این اتهام اولم که دادسرا گفته بود که در صلاحیت من نیست، مستقیما باید بره دادگاه، دادگاه خودش در خصوص این هم قراره، یعنی تبرئه کرده، گفته آقا هیچ دلیلی برای اثبات این معنا وجود نداره، تبرئه کرده. اومده دادگاه گفته که در مورد تشویق به فساد، دادسرا قرار من تعقیب تو در خصوص این یک مورد صحیح نیست از نظر من، یک قرائن و شواهدی هست
که بر اساس این قرائن شواهد تو موظف هستید قرار به جلب به دادرسی بدید. من خواهش میکنم اونایی که حقوقی هستن، اگر چنانچه حالا دادسرا قبلا اینجوری بود قانون که میگفتن هر چیزی که دادگاه گفت بعد دادسرا باید بیاد دوباره کیفرخواست بزنه بگه آقا این اتهام از من ثابت، گفتن خب این که نمیشه که من چیزی که بهش اعتقاد ندارم چجوری بگم قرار مجرمیت بزنم. قرار مجرمیت که این جرم از نظر من قاضی فرض کنید رسیدگی به پرونده بازپرس محرزه، من دادستان محرزه، میخوام کیفرخواست بزنم. بعدن اومد این اصلاح شد، گفتن خب این که شدنی نیستش، میگه من اعتقاد ندارم چجوری بگم مجرم احراز کردم جرم را. اومدن گفتن نه، به تبعیت از دستور دادگاه تو فقط بنویس، چون دادگاه نظرش این هستش من این تحقیقات رو میکنم، هر چیزی که مورد نظر است میرم دادگاه، دادگاه خودش نظر بده. رفت دادگاه، دادگاه در خصوص دو اتهام، یک اتهام تبرئه کرد، یک اتهام قرار منع تعقیب دادسرا رو تایید کرد. در مورد این یکی که اختلاف داشت با دادسرا در این خصوص محکوم کرد. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بود.